بازی دقیقا 27 دوازه 88 برگزار شده دو زمین کردان برگزار شد حتی شب قبل از اونم به ما پیشنهاد دادن گفتن آقا به ما گفتن آقا پیشنهاد رشوه دادن ما قبول نکردیم بعد ما مبلغ رشوه ما گفتیم آقا 15 تومن که نه قبول نکنم و بازی کنیم باشیم که حتی ده تومن ما راضی شدیم ده تومن قبول نکرد اینا و گفتن آقا ما به شما 6 تومن میدیم گفتن آقا ما 6 تومن رو قبول نمی کنم. یا ده تا یا بازی می شما زنگ می زنید ده میلیون پیشنهاد بدید به شهر جدید به من پول بدید من بیام به اون وقت میگه شهر جدید به من تماس گرفته تا در رازی شدیم که گفتم مثلا اینو قبول نمی کنم میام بازی می کنم گفتم ما خب اینو فوتبال بازی می کنیم آقای مافی زنگ بزنید بله آقای مافی شما میتونید برید در مسئولین شهر جدیدم هم سارف. مدرک دارین مدرک دارین خودشون صحبت کردن بله مدرک دارین چرا نداره خود آقای دکترم صحبت کرد گفت همچین چیزی پرینت تلفن در میاره زنگ زده که ما این تیم نیم فصل اول بازی رفت ما دو یک برده بودیم ما میشه ما 20 تیم ما مالدی 22 گل بخوره اصلا شما بخش 4 تا کاگر از خیام بریز به این بازی کنن 22 گل نمیخورن این تیم حالا اگه ده به شما میدادن چی میشد میتونه خود حوانی کار نداشت که نه آقا ما اینجا این تیمو بردیم انگیزه داشتیم ولی اونجا انگیزه ای نداشتیم من قویا اعلام میکنم این بازیکن ها پول گرفته بودن توانی کرده بودن رو مثل دکتری که داده بود که آقا اگه شما موافقت نکنی اگه نتیجه اگه به ما جواب نمیدی حداقل به من بگو من از کانالی که وارد بشم که من جواب تلفنشو نمیدادم این همون چیزیه که ایشون چیز کرده خدمت شما عرض کنم بعد این آقا پیشنهاد داد که آقا شما بیاد ما. ما چیز کنید ما بهتون یه فولی میدیم بعد ما حیا قبول نکردیم گفتیم آقا اگه دو سه گل بشه مشکل نداره شما 20 20 تا گل میخواید ما فردا آبرون میره که کانال دیگه شما من فکر نمی‌کردم اصلا با بازیکن من که شش ماه هفت ماه اومده با بازی کرده با صداقت اومده بازی کرده بدون هیچ چی چشتاش اومده بازی کرده بخواد این کارو بکنه اصلا من بعید میدونستم یعنی من با بازی نرف اصلا ذهنم رو بازی کنم نرف واقعا اصلا ذهنم رو من روز بازی هم رفتم با این زانوم حتی گل هم زدیم ما ما شهر جدید ما, ما یه گل زد بعد من خودم گل زدم بعد گلامون هم زدیم به اون تیم و آقای هنری هم گل دوم زد خیلی هم خوب بازی میکردیم اما دیگه زانوی من به من جواب نداد ولی چون این آقا تعداد 11 نفر بازیکن رو برده بود جای تعویض کردن هم نداشت دو تا از بازیکن های خوب تیم آقای مافی نیمه اول کشید بیرون چند تا بازیکن های خوب 5 دقیقه اول تعویض شدن دقیقه 20 ما تعویض کرد گفتش مثلا توانیش بازی منو خیلی به چشم تو توانی کردی دقیقه چند چند چهار هیچ بودی دو دو بودیم دو دو بودیم دو دو بودیم, بودیم. شما کرد. بود اونا چون فکر میکرد مثلا ما توانیم ولی ما اصلا از این چیز خبر نداشتیم مثلا آقای حسین سالی اومد بیرون آقای حسین سپهوار بهش گفت مثلا حضرت چرا پول گرفتی گفت آقای دام عیدی ما پول میگیم اینو این مطلبو که من میگم آقای حسین سپهوار گفته به حسین سالی آقای مرتضی نامور رئیس تیم فوتبالا به شاهده یعنی دقیقاً این کلامو بهش گفته و حتی الان آقای حبیبی کاپیتان ما اینجا حضور داره چند بار بهشون گفتیم و بکشیم بیرون ما هم, هم گفتیم آقای مافی قرار تیمو بکشیم بیرون بذار بکشیم بیرون من به آقای مافی گفتم گفتم تیمو بکش بیرون با این وضعیت گل زیاد میخوریم گفت نه شما بازی کنید مشکلی نداره این عباس فقط میگه میگه ای تیم بیرون بیاد الان بیرون گفتم بابا بچه بقیه بچه ها نمیان بیرون من بهشون میگم آقا نرید بازی کنید اصلا دست من کنترل دست من نبود دیگه بازی کنم موافق تو زمین که چی بشه مثلا میگه آقا بازی نکنید دیگه وقتی دیگه فهمی توانی و هر کاری که نتونستی دیگه دارو 45 دقیقه نیم بازی نگرد که بعد اومدن زنگ زدن سعده بعد آقای هاشمی سرحنگ هاشمی اومد آقای موافق کشید بیرون ولی من به شما بگم که ما شاید 10 دقیقه 15 دقیقه بازی رفته بود دیدیم اصلا دروازه رو توپ میده به اونها بزنن بعد آقای من حسین صالح فرستادم تو گفتم سالی صالح تو رو قرآن برو یه کارش بکن آخه نمیشه که اینطوری من تا به جای تک تک اینا حاضرم قسم میخورم یه ریال ما دریافت نگیریم اگرم قرار بوده بگیره خودش حتما با شهریار قرار بوده بگیره که اومده بود تو زمین نمیذاش بازی برگزار بشه همون موقع به آقای روشنایی زنگ زن زدم آرشنکس زنگ گفتم آقای داور پول گرفته ناظر بود اصلا من بعضی وقتا اینو میزنم بخاطر اینکه بازی رو تو این 20 دقیقه 25 دقیقه میدیدم نیمه اول به جرأت میخوام بگم که مگه میشه آقا 15 تا حاصل دادن نگیره مگه میشه از تا 8 تا پنالتی بگیره برای کارت ندی به خاطر اینا میگم من به آقای ناظر میگم آقای ناظر شما شاهد باش که من دارم تیمو میارم بیرون ولی بازیکن نمیاد بیرون در اختیار من نیست دیگه میگه آقا من میدونم میگم بعد میگم بس یه چیزی بنویس من بده من فردا حرف زبانم دراز بشه میگه که من تو گزارشم مینویسم چجوری میشه مثلا تو یه بازی که 22 تا گل بخوری هفت تا پنالتی بزنن داورم کارت زرد نده یکی از نکات عجیب فوتبال من اصلا تا باید سابقه تو سابقه نداشته همین چیزی بازیکناتون اون ایده گفتن 19 تا که نه 22 تا خوردیم ما 22 دو شک نخو 22 تا خوردیم بعد 19 دو ولی رد شد آره 19 داور ناظر اونجا دیگه ناظر ویژن بود اونجا دیگه اصلا نباشم بهتره شما شاهدی هم داریم برای اینکه پول رد و در شده تو این بازی؟ نه متاسفانه فقط این آقای مرادی من صحبت می‌کردم میگفت که من پول رو هر کجا بخوای میاد میدم. ایشون پول گرفته بوده؟ بله 300 تومن پول گرفته بوده. به من ندادن. گفتن آقا تو چون که از زمین رفتی بیرون ما اون 45 دقیقه نیم ساعتی که بازی قطع شد ما رفتیم بیرون خدا رد نرس کنن آقا ما گفتن چون که شما رفتی ببینو برف اونایمدی ما, ما بهت پول تعلق نمی و حقیقت پول میخواستم برای معتک بگیرم چون هم بهم نذا ما گفت پول نگرفتم که والله به من گفتیش که من جلو دوربین اصلا هیچی نمیگم ولی هر کجا بخواید من می نفسم. ما با این تیتاب سبونه میخواستیم بریم بازی کنیم میگورم کمیته دوپینگ بیاد سر این تیتاب آزمایشات لازم انجام بده فکر کنم هم از نمی ما خودمون ترجمه و چجوری با این بازی می کردیم این شرط تیم ما رو از اول همش می دونستان همشون میدونستن میدونستن که آقا ما میخوایم بریم فرض کن بر کاشان مخری درست میکنیم می میبریم اینو میدونستن با ساخته بودن چطور شد بازی تا بازی آخر از این حرفا نبود بازی آخر از این حرفا شد میگن تیم 20 تا گل خورد ولی تو گازاداش نمی‌شن. 19 تا چجوریه من این بازیکنو میاردم بیرون اون یک عباس و می تو